دکتر نفیسه هاشمی، جراح و متخصص چشم با فوق تخصص در تشخیص و درمان بیماری های عصب چشم، مطب فوق تخصصی خود را در شهر انسینو افتتاح کرده است. در هاشمی آکر ما با پیشرفته ترین تکنولوژی تشخیصی و درمانی آماده پذیرایی از شما هستیم. در هاشمی آیکر انواع بیمه‌های درمانی مدیکر، مدیکال، پی پی او و ایچ ام او پذیرفته می شود. 818-387-6565. درود دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. به برنامه متخصصین خوش آمدید. در خدمت مهمان عزیزی هستم، خانم دکتر نفیسه هاشمی، جراح و متخصص چشم که عضو آکادمی چشم پزشکان آمریکا و انجمن نورافتالمولوژی آمریکای شمالی هستند. خانم دکتر هاشمی فارغ التحصیل دانشگاه تگزاس و دارای فوق تخصص منحصر به فرد در زمینه بیماری‌های عصبی چشم هستند. ایشون تنها نورافتالمولوژیست فارسی زبان در کالیفرنیا هستند و در کلینیک فوق تخصصی خودشون در هاشمی آیکر که مجهز به پیشرفته‌ترین تکنولوژی تشخیص و درمانی است در شهر انسینو از بیماران مبتلا به اختلالات پیچیده چشمی مراقبت میکنن. قطعی رو تقدیمتون میکنیم و در خدمت خانم دکتر نفیسه هاشمی خواهم بود. با ما همراه باشید. دکتر نفیسه هاشمی، جراح و متخصص چشم با فوق تخصص در تشخیص و درمان بیماری های عصب چشم، مطب فوق تخصصی خود را در شهر انسینو افتتاح کرده است. در هاشمی آکر ما با پیشرفته ترین تکنولوژی تشخیصی و درمانی آماده پذیرایی از شما هستیم. در هاشمی آیکر انواع بیمه های درمانی مدیکر، مدیکال، پی پی او و ایچ ام او پذیرفته می شود. 818-387-6565. بسیار عالی، در خدمتون هستم و برنامه متخصصین رو تقدیم حضورتون می کنم. مهمان عزیز برنامه خانم دکتر نفیسه هاشمی هستن، جراح و متخصص بیماری های چشم با فوق تخصص در بیماری های عصب چشم و در هاشمی آیکر کمک رسان شما که میتونید به hashemiaycare.com هم مراجعه کنید. بینندگان عزیز خیلی مقدم میگم خدمت شما دکتر، بسیار خوش آمدید و سپاسگزار از حضورتون در برنامه. خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و همچنین بینندگان عزیز. و به هر حال این امروز بار اول هستش که من به تلویزیون جم میام و تجربه بسیار خوبی تا حالا بوده و امیدوار هستم که بینندگان هم استفاده کامل از این برنامه رو ببرن. مطمئنا همینطور خواهد بود. اولا من گشایش آفیس جدیدتون رو خدمتون تبریک میگم، اون هم در انسینو در 53 بلبوا بولوار که در شهر انسینو میشه، که بسیار مطب زیبا و خوبی است. آخرین تکنولوژی رو استفاده کردید و از لحاظ آرایش خود مطب هم بسیار امروزی و جالب و شاد و لذت بخش. خیلی ممنون، متشکر. بله، من از وقتی مطب رو باز کردم بیماران همشون هر موقع که اومدن راجع به رنگ‌آمیزی صحبت کردن. شما خودتونم که تشریف آوردین اول یه ذره باعث تعجبه، چون معمولا آفیسای چشم پزشکی یا کلا آفیس‌های پزشکی خیلی مونوتون هستش، همه یه رنگ و حوصله سربر یا به قول اینجا بورینگ. دقیقاً من فکر کردم که خب اولا این آفیس وقتی یه خانومی بخواد آفیس باز کنه باید یه فرقی داشته باشه. خانم با سلیقه البته. بعدش هم فکر کردم خصوصا در آفیس‌های چشم پزشکی یه مقدار مریض‌ها معطل میشن تا اینکه چشمشون دیده بشه. معمولا ما باید قطره بریزیم تا ته چشم رو ببینیم. بله. و این فرصت طولانی که مریض میگذرونه اونجا خیلی مهمه که لذت ببره. بله. و فضا سنگین نباشه. دقیقاً. برای همین من یه وسواس خاصی به کار بردم از نظر رنگ‌آمیزی، رنگ‌های متنوع به کار بردم. تابلوهایی که انتخاب کردم هم مدرن هست و هم پر از رنگ و خیلی روحی مریضا رو خوب میکنه. موسیقی که گذاشتم که همه جا پخش میشه. به هر حال اینها چیزایی بود که خیلی بهش فکر کردم تا اینکه چیکار کنم که مریضا اون مدتی رو که اونجا میگذرونن روحیشون خوب باشه، لذت ببرن و شاکی نشن از اینکه اگر معطل میشن. بسیار عالی، خیلی زیبا و خوب. حالا حزق شما و آگاهیتون در زمینه چشم پزشکی اون به جای خودش، ولی خود فضا هم فضای بسیار دوستانه یا به قول اینجایی ها فرندلی هست. بینندگان عزیز و
امکانات بسیار خوبی رو براتون در نظر گرفتن که میتونید به هاشمی آی کر مراجعه بکنید. سوالی که از خدمتون دارم در خصوص سرویس هایی است که شما ارائه میکنید. شما تخصصی دارید که میشه گفت شما رو منحصر به فرد میکنه در کالیفرنیا، نوروفتمولوژی، که یه مقدار توضیح بدید در مورد سرویس ها و بعد بریم یک نگاهی به تخصص خود شما داشته باشیم که این تخصص منحصر به فرد چیه دقیقا؟ خواهش میکنم. بله، از نظر سرویس ها در هاشمی آی کر ما تمام وسایل تشخیصی رو داریم و وسایل درمانی. بله، من جمله لیزر داریم، دستگاه های ویژوال فیلد، او سی تی، عکس برداری های پرده چشم، عصب چشم، تمام دستگاه رو کامل داریم. به خاطر اینکه با وجود اینکه من فوق تخصصم نور آفتالمولوژی هست و این ملزم میکنه که دستگاه تشخیصی کامل داشته باشیم، علاوه بر اون به عنوان کامپرهنسیو آپتالمولوژیست و به عنوان یک آی سرجن، من جراحی های کترک و گلاکوما هم در کنار مریض های نور آفتالمولوژی اونها رو هم انجام میدم. برای همین باید همه دستگاه رو داشته باشم، من جمله دستگاه های تعیین شماره لنز اینتراوکولار برای عمل جراحی کاتاراکت، دستگاه لیزر برای درمان گلاکوما، همه اینها رو من دارم. و دیگه اینکه ما با همه اینشورنس ها قرارداد داریم، اینشورنس های مدیکر، مدیکال و پی پی او، اچ ام او. واقعا دوست داشتم که این مطب یک در واقع کلینیک کامل باشه. برای همین تمام دستگاه هایی که وجود داره ساخته شده برای تشخیص و درمان چشم پزشکی، همه رو من در اختیار دارم. اولتراساوند، پکیمتری، دستگاه تصویر برداری، همه رو دارم. و دیگه اینکه اینشورنس ها رو هم با همه ما قرارداد بستیم. محلمون هم واقعا محل خوب و در دسترسی هست برای بیماران و واقعا امیدم این هست که مریض ها وقتی میان اونجا نه تنها لذت ببرن از محیط اونجا، بلکه یک جایی باشه که همه کارشون انجام بشه، مجبور نشن هی جاهای مختلف برن و آرامش زیر یک سقف انجام میشه در زمینه چشم پزشکی. خب خیلی عالی. بریم به تخصص شما نوراپتومولوژی که یه مقدار بیشتر توضیح بدید در مورد اون و اینکه چطور شما یکی یک دونه هستین در کالیفرنیا و این تخصص رو دارید. حتی جای افتخاره واقعا که میبینم واقعا ایرانی ها در زمینه های مختلف از جمله پزشکی بسیار خوش میدرخشن و به حال یک بانوی جوان چنین تخصصی رو داره باعث خوشحالی است. خواهش میکنم، لطف دارید. اولا علت اینکه این تخصص نوراپتومولوژی تخصص کمی هست اینه که جزء اون فوق تخصصاییه که خیلی فکر کردن و درس خوندن بیشتر از تخصصهای دیگه داره. یعنی من علاوه بر اینکه چشم پزشک هستم و باید همه چی رو راجع به چشم و بیماری های چشمی بدونم، راجع بیماری های مغز و اعصاب هم همه چی رو باید بدونم. به خاطر اینکه نور آفتالمولوژی در واقع اون حیطه تشخیصی و درمانی هستش که یک بیماری عصبی میتونه روی سیستم بینایی ما اثر بگذاره. مثلا من با نوروسرجن ها کار میکنم، مرتب نوروسرجن ها برای من مریض میفرستن وقتی که یه تومور پیدا میکنن و این تومور رو میخوان ببینن که تا چه حدی روی سیستم بینایی اثر گذاشته. به خاطر اینکه حتی اگر تومور جلو نباشه، پس سر هم باشه، ولی قسمتی که مربوط به دریافت اطلاعات بینایی هست در پشت سره. برای همین ممکنه که بیمار قادر به دیدن نباشه با وجود اینکه چشم پزشکای دیگر رو دیده و چشم پزشکا میگن هیچ چشمش ایرادی نداره. بله، چشم بیمار کاملا سالم هست ولی نمیتونه ببینه به دلیل مشکلی که در قسمت دریافت اطلاعات بینایی در مغز پیش اومده. همچنین با نورولوژیست ها من کار میکنم و بیماری های عصبی هستن که میتونن توی در واقع قدرت دریافت بینایی اثر بگذارن و همچنین اختلالات ایجاد کنن مثل دوبینی برای بیمار. مثلا بیمارانی که ابتلا هستن به پارکینسون یا بیماری های دژنراتیو عصبی که معمولا با افزایش سن پیش میاد، اینها خیلی مواقع ناراحت چشمشون و وقتی که خود چشم رو معاینه میکنن میگن چیزیش نیست. و واقعا خود چشم به تنهایی ممکنه که وقتی بهش نگاه بکنن، معاینه بکنن، سالم باشه، ولی باز هم بیمار همش میگه
من نمیتونم بخونم به خاطر اینکه کسی عصبش مشکل داره. میتونه مربوط به عصب باشه، ولی بیشتر مربوط به این هستش که اینها حرکات چشمشون مناسب نیست. مثلا کسایی که بعضی از بیماری‌های عصبی هستش که اینها حرکات چشمشون با همدیگه خیلی اسمود نیست، وقتی میخوان پایین رو نگاه کنن و مطالعه کنن، این حرکت چشمشون به خوبی و به راحتی انجام نمیشه، نمیتونن تمرکز کنن و پایین رو ببینن. هر چشم به تنهایی خوب هست، ولی وقتی هر دو تا چشم میخوان با هم حرکت بکنن و متمرکز بشن که بخونن، خوب با هم کار نمیکنن. برای همین اینها دچار مشکل میشن. معمولا این افراد بر اساس اینکه خب در جامعه اکثرا همه تمایل به این دارن که عینک‌های بایفوکال استفاده کنن وقتی سن میره بالا، یا عینک‌های پروگرسیو استفاده کنن که خط هم نداشته باشه، اینها نمیتونن واقعا عینک‌ها رو استفاده کنن. و باید به این قضیه توجه بشه که کسایی که این بیماری‌های عصبی رو دارن و اختلال دارن در حرکت چشمشون، کاندیدای مناسبی برای اون لنزها نیستن. و گاهن فقط اگر اینقدر ما به این قضیه توجه بکنیم و عینک مریض رو عوض کنیم، دو تا عینک جدا براش بدیم، می‌بینیم تا یه حدودی مشکل مریض حل میشه. یا اینکه به مریض گفته بشه که این مشکل در واقع مربوط میشه به اون بیماری و یه مقدار اطمینان خاطر به مریض داده بشه. یعنی اینا چیزهایی هستش که وقتی که شما out of box فکر کنین، به طور کلی به تمام بیماری های اون بیمار نگاه کنید، میتونید مریض رو تشخیص درست بدین و میتونید مریض رو راهنمایی بکنین. خیلی از مواقع اینا واقعا حسابشون آرامش پیدا میکنه وقتی بهشون بگیم که خب این مشکل تو مثلا مال چشمت نیست، مربوط به این هستش، و میبینیم که خیلی آرامش خاطر پیدا میکنن و با چند تا راهنمایی ساده دیگه دست از این دکتر به اون دکتر برمیدارن. بسیارم ممنون. یادآوری میکنم خانم دکتر نفیسه هاشمی در هاشمی آی کر، بینندگان عزیز پذیرای شما هستن، تمامی بیمه ها رو میپذیرن. ایشون جراح و متخصص بیماری های چشم هستن با فوق تخصص در بیماری های عصب چشم و مطبشون در بلبوا بولوار واقع در 5353 بلبوا بولوار سویت 110. دکتر نفیسه هاشمی جراح و متخصص چشم با فوق تخصص در تشخیص و درمان بیماری های عصب چشم، مطب فوق تخصصی خود را در شهر انسینو افتتاح کرده است. در هاشمی آی کر ما با پیشرفته ترین تکنولوژی تشخیصی و درمانی آماده پذیرایی از شما هستیم. در هاشمی آی کر انواع بیمه های درمانی مدیکر، مدیکال، پی پی او و ایچ ام او پذیرفته می شود. 818-387-6565. بفرمایید دکتر یه مقدار از تیروئید چشمی برای ما توضیح بدید. اولا برای من خیلی جالبه، چون داشتیم صحبت میکردیم، من نمیدونستم چنین چیزی وجود داره که لطف کنید یه مقدار توضیح بدید اصلا چطوری همچین اتفاقی میفته. بله، یکی از بیماری هایی که در زمینه نوروآفتالمولوژی ما باش مواجه هستیم، بیماری در واقع اختلالات تیروئیدی هستش که میتونه روی چشم تاثیر بگذاره. به این ترتیب که بیمار ممکنه که پرکاری، کمکاری و یا کمکاری تیروئید داشته باشه و یک سری آنتیبادی در بدن تولید بشه، در واقع سیستم ایمنی بر علیه تیروئید فعال میشه و به دلیل اینکه رسپتورهایی که اون گیرنده هایی که در بافت های پشت چشم هستن و روی عضلات چشم هستن مشابه گیرنده های تیروئید هستن، سیستم ایمنی این دچار اشتباه میشه و میاد در واقع به تیروئید حمله کنه، میاد به بافته اطراف چشم هم حمله میکنه. و حتما خاطرتون هست که در قدیم میگفتن طرف قنباد داره، گواتر داره و چشماش زده بیرون. در واقع امروزه بهش میگیم تایروید آی دیزیز، در واقع بیماری چشمی تیروئیدی، حالا میتونیم ترجمه فارسی بکنیم. و جالب اینجا هستش که همیشه هم همراه پرکاری تیروئید نیست، بعضی موقع همراه کمکاری تیروئید هست. و حتی بعضی از مواقع من مریض زیاد داشتم که وقتی تیروئیدشون هم چک میکنیم از نظر فانکشن خوبه، ولی آنتیبادی ها میزانش زیاد شده و اینا میان برده در واقع روی بافته اطراف چشم اثر میکنن و باعث مشکلات زیادی میشن. بعضی از اینها توی مراحل اولیه فقط خشکی بسیار شدید دارن، چشمشون قرمز هست، همش احساس ناراحتی میکنن بدون اینکه بدونن واقعا مشکل چی هست.
و بعضی از اینها وقتی که مراحل پیشرفتش میشه پلک کاملا حالت بهش میگیم لید ریتراکشن در واقع جمع میشه میاد بالا و سفیدی چشم دیده میشه از بالا و پایین، و تو مراحل پیشرفته تر چشم میاد جلو و حالت اینکه حالا میگیم از حدقه بیرون زده و یا در واقع اصطلاح علمیش پراپتوزیس هستش، چشم بیرون زده میشه. و غیر از اینکه بیمار احساس سوزش و خشکی تمام مدت میکنه و ظاهرش هم ظاهر قشنگی نیست، نهایتاً این عضلاتی که متورم و بزرگ شدن و چشم هم حالت بیرون زده پیدا میکنه، اینها میتونن روی عصب بینایی اثر بگذارن و فشار میارن. در واقع دقیقاً فشار میارن. در واقع ما دو نوع داریم، یه نوعش این هستش که عضلات خیلی ضخیم میشن و به خاطر اینکه اوربیت یک محفظه استخوانی هست و جا نیستش براشون، وقتی عضله ضخیم بشه در انتهای این دیواره استخوانی که به صورت در واقع گلابی هستش اوربیت، که چشم وجود چشم در قسمت جلو قرار میگیره و عضلات و عصب در قسمت پشت، وقتی عضلات بزرگ میشن جا تنگی و فشار نهایتا میاد به عصب که در قسمت انتهای این در واقع دیواره اوربیت یا حدقه چشم هستش. و علت این که تایروید آی دیزیز جزء بیماری هایی هستش که نورو آفتالمولوژیست ها ازشون تیکر میکنن به دلیل اون خطری هستش که عصب بینایی رو تهدید میکنه. اگر ما این رو به موقع درمان نکنیم، اینا کم کم عصبشون میتونه از بین بره، دید محیطیشون یواش یواش تنگ میشه و دید محیطی کاهش پیدا میکنه و نهایتا میتونه باعث حتی نابینایی بشه. برای همین یکی از بیماریایی که من زیاد میبینم و برای من ریفر میکنن هم اندوکرینولوژیست ها هم چشم پزشکای دیگه، تایروید آی دیزیز هست. بسیار عالی. برل نظارگر برنامه تقدیمی خانم دکتر نفیسه هاشمی هستید، جراح و متخصص بیماری های چشم با فوق تخصص در بیماری های عصب چشم. یادآور بکنم مطب ایشون در 5353 بلبو بولوار هست، سویت 110، و دقیقاً در کنار 101 یا فریوی 101 قرار داره. به راحتی میتونید پیدا بکنید و آفیس بیلدینگ است که بیشتر در زمینه پزشکی ازش استفاده میشه. شماره تلفن رو خدمتتون عرض میکنم، 818-387-6565، و به وبسایت hashemiicare.com هم میتونید مراجعه بکنید. باز هم سپاسگزار و ممنون از محبتتون و توضیحات خوبتون. یه مقدار توضیح بدید در مورد خود آفیس باز برای بینندگان عزیز، چون من میدونم شما انسینو که هستید در لس آنجلس هم حضور دارید و عزیزانی که در لس آنجلس هستند هم میتونن به شما مراجعه بکنن. بله بله، من در واقع اکثر روزها رو در همون آفیس بلبا هستم، ولی برای اینکه بتونم بیماران عزیزی که در منطقه لس آنجلس هستن رو هم ببینم، روزهای دوشنبه رو در امریکن آی اینستیتوت مریض میبینم که در واقع کنار سیدر ساینا هست و اونجا هم یک گروه چشم پزشکی هست که مریضای در واقع کانسالت های نورو آفتالمولوژی رو اونجا برای من روزهای دوشنبه جمع میکنن که من ببینم، و خوشحال میشم که بیمارانی هم که در اون منطقه هستن من بتونم در روزهای دوشنبه ببینم. و باز هم یادآوری بکنیم که شما همه گونه بیمه رو میپذیرین، این امکان رو دادید به افراد که بتونن مراجعه بکنن. بله بله، همینطور هست. دکتر هاشمی عزیز، بفرمایید که بیشتر بیماری هایی که به شما در زمینه چشم مراجعه میشه شامل چه چیزهایی؟ بله، یکی از شایع ترین بیماری هایی رو که من میبینم به عنوان نورو آفتالمولوژیست، بیماری های عصب چشم هست که به صورت اپتیک نورایتیس مراجعه میکنن، یعنی التهابات عصب چشم. بعضی از این التهابات عصب چشم یا اپتیک نورایتیس ها به دلیل بیماری های آتوایمیون هستن، مثل مولتیپل اسکلروزیس، و اینها اکثرا افرادی هستن که خانم های جوانی هستن که دچار کاهش دید ناگهانی و درد چشم میشن، و وقتی که مراجعه میکنن دکتر چشم پزشک و یا آپتومتریست که اول اینها رو میبینن متوجه میشن که عصب چشمشون دچار تورم هست، و یا اینکه
در قسمت جلوی چشم هیچ اثری از تورم نمیبینن، ولی بیمار نمیتونه ببینه و دچار ویژن لاس میشه یا ویژوال فیلد دیفکت میشه، یعنی در واقع یا دید مرکزی دچار مشکل میشه یا دید محیطی. و به دلیل اینکه اینها نیاز به ورکاپ خیلی پیشرفته دارن، معمولا اینها رو به من ارجاع میدن و ما نیاز هستش که امارای از اینها انجام بدیم، گاهن نیاز هست که اینها رو بفرستیم برای اسپاینال تپ که مایه نخاعشون رو بکشند و ما بتونیم اون مایه مغزی رو در واقع مطالعه کنیم، ببینیم که آیا فاکتورهای التهابی دیده میشه و یا پروتئین‌های خاصی که در بیماری MS بالا میره میزانش در مایه نخاعی، اونها باید مطالعه بشن ببینیم آیا بیمار اون بیماری رو داره یا نه. البته وقتی راجع به التهاب و تورم عصب صحبت میکنیم، انواع اقسام علل دیگر هم وجود دارن که میتونن باعثش بشن. بعضی از بیماری‌های عفونی هستن که میتونن باعثش بشن، گاهن در افراد مسن‌تر سکته عصب چشم داریم که میتونه باعث التهاب عصب و از کار افتادن عصب بشه. به هر حال این یکی از بیماری‌های بسیار سختی هست، درمانش متاسفانه خیلی مشکل هست و نیاز به پیگیری طولانی مدت داره و نورولوژیست ها و چشم پزشکای دیگه معمولا این بیماران رو به من ارجاع میدن تا اینکه من بتونم کارهای تشخیصی و درمانی رو براشون انجام بدم. خانم دکتر هاشمی، صحبت از افراد مسن کردید، کسانی که پارکینسون و یا آلزایمر میگیرن و به هر حال افرادی که مقدار پا به سن میگذارن، در زمینه چشمی آیا میتونن دچار مشکل بشن و اگر میشن آیا کمکی به اونها شما با تخصصی که دارید میتونید بکنید؟ بله، کسایی که بیماری های دیجنراتیو مغزی دارن، یعنی در واقع بیماری هایی که به دلیل افزایش سن مغزشون تغییر میکنه و این افراد اختلال حرکتی دارن، توی راه رفتنشون مشکل پیدا میشه، دستشون میلرزه، کم کم روی همه چی اثر میگذاره. علم ما در مورد تغییرات بینایی در بیماری پارکینسون خیلی در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده. یعنی واقعا 10 سال پیش کسی نمیدونست که یک فردی که مثلا پارکینسون داره هیچ مشکل چشمی هم داره، و در سالهای اخیر مطالعات زیادی انجام شده. ما میبینیم که اینها از نظر تشخیص رنگ واقعا دچار مشکل میشن، از نظر کانتراست سنسیتیویتی دچار مشکل میشن و همین باعث شده که ما بتونیم خیلی خوب راهنماییشون بکنیم و جلوی افتادن اینها رو بگیریم، چون خیلی از مواقع اینها میرن دستشویی نمیتونن کانتراست رو، تفاوت کانتراست رو ببینن مثلا بین اون بول و کف زمین و میخورن زمین، یعنی دیگه تشخیص نمیدن. بله، رنگ ها رو بله تشخیص نمیدن یا فاصله ها رو تشخیص نمیدن، دید سه‌بعدیشون مشکل پیدا میکنه. و واقعا وقتی که ما این آگاهی رو بهشون بدیم میتونیم مثلا اینها رو نجات بدیم از افتادن و مشکلات بعدی که به وجود میاد در سن بالا. بسیار ممنون. یکی از دلایل اصلی از بین رفتن افرادی که مسن و سن بالا هستن همین مسئله افتادن. بله، و شکستن پا، لگن خاصره و یا ستون فقرات هست که خیلی ها متاسفانه بعدش دیگه از بین میرن. چون میرن به بیمارستان و عمل و داستانهای دیگر. به هر حال سپاسگزار، ممنون. باز هم گشایش آفیس جدید رو خیلی به شما تبریک میگیم. بسیار با سلیقه زیبا، خودتون هم که در کارتون نمبر وان، حزقتون دیگه به هر حال مطمئنن با مراجعه برای عزیزان ثابت خواهد شد و با امید گفتگوی با شما به زودی در برنامه دیگر. خیلی ممنون، خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و بینندگان عزیز بودم. سپاسگزارم، ممنون. یادآوری میکنم خانم دکتر نفیسه هاشمی جراح و متخصص بیماری های چشم هستند با فوق تخصص در بیماری های عصب چشم. تمامی بیمه ها رو میپذیرن و برای اطلاعات بیشتر و دیدار با ایشون میتونید با شماره 818-387-6565 تماس بگیرید. hashimiicare.com. دکتر نفیسه هاشمی، جراح و متخصص چشم با فوق تخصص در تشخیص و درمان بیماری های عصب چشم، مطب فوق تخصصی خود را در شهر انسینو افتتاح کرده است. در هاشمی آیکر ما با پیشرفته ترین تکنولوژی تشخیصی و درمانی آماده پذیرایی از شما هستیم. در هاشمی آیکر انواع بیمه های درمانی مدیکر، مدیکال، پی پی او و ایچ ام او پذیرفته می شود. 818-387-6565.